خب میرسیم به بحث شیرین اپلیکیشن ها و برنامه ها برنامه های که شما توی آیفونتون دارین توی این قسمت دیده میشن و خب حالا یه توضیح فکرم مفصل تری داشته باشه که بعد از اینکه من راجع به آیتیونز استور صحبت کردم راجبشون بیشتر صحبت میکنیم برای گرفتن اپلیکیشن از آیتیونز استور به صورت قانونی شما باید بیاید آیتونز استور رو انتخاب بکنید بیاید توی اپ استور اینجا حالا هر برنامه که خواستید میتونید انتخاب بکنید و کلید دانلود رو روش بزنید اگر مجانی باشه که خب رو فری میتونید کلیک بکنید و خیلی راحت میتونید دانلودش بکنید البته این نکته رو من بگم که فعلا برای اکانت برای آی پی ایران بسته است و متاسفانه از توی ایران نمیشه هیچکدوم از این اپلیکیشن ها رو گرفت شما باید یه راهی پیدا کنید برای گرفتن اپلیکیشن که خب دیگه اون به خودتون بستگی داره یه روش دیگه هم هست که شما ممکنه بگید فرزن من این تاکینگ تامکت دو رو میخوام بگیرم اینجا سرچش میکنید و حالا برای شما میاره از اینجا اگه خواستید میتونید روی این عنوان فری کلیک بکنید و این برنامه رو بگیرید بعد از اینکه برنامه رو دانلود کردید و وارد هارد شما شد شما اینجا میبینیدش اگر فرض کنید شما برنامه باشه که برای آیفون مناسب باشه و بشه نصبش کرد به طور مثال اگه برنامه شما برنامه آیپد باشه خب قاعدتا اینجا دیده نمیشه کل اپلیکیشن هاتون رو توی اینجا میتونید ببینید به طور مثال من اینجا یه سری اپلیکیشن دارم که مال آیفونه یه سری اپلیکیشن دارم که مال آیپده طبیعتا اینها توی لیست اینجا دیده نخواهند شد اگرم خواستی چک بکنید که کدومی که از این اپلیکیشن ها آپدیتشون اومده حالا و میتونید ورژن جدیدترش رو بگیرید این چک فور آپدیت رو میتونید بزنید و بلافاصله بهتون میگه کدوم اپلیکیشن ها جدیدش اومده و حالا ورژنش آپدیت شده و الی این نکته رو من بگم خدمتتون که چرا حالا این قسمت ما ستیک است همونطور که گفتم خدمتون آیپد خب برنامه هاش پایین هستش آیفون و آیپاد تاچ اینجا هست آیفون، آیپاد تاچ و آیپد اینجا هست یعنی در واقع اینا برنامه هایی که رو هر ستا میتونن نصب بشن اینا برنامه هایی که فقط روی اون دوتا به صورت پیش فرض نصب میشن و خب آیپد این قضیه رو شما در نظر داشته باشید که ممکنه برنامه های اینجا داشته باشید که نصب نباشد توی... نباشند توی گوشیتون یک کمی من کتابی شدم یه لحظه نباشند و اینها یا اینکه شما برنامه توی گوشیتون داشته باشید که اینجا وجود نداشته باشه اگر برنامه توی گوشیتون باشه که توی این لایبرری اصلی برنامه هاتون نباشه بتونی اختار میده که این برنامه رو شما با گوشی دانلود کردی میخوای اینجا اضافه کنم که شما میتونید بگیم می بله مثلا اینجا میخوام اضافهش بکنی اگرم خواستید اونها رو پاک بکنید هم از اینجا هم از توی هاردتون میتونید روش یه رایت right کلیک یا کنترل کلیک بکنید شو این فایندر رو بزنید و از اونجا که من قبلا فکر کنم اینه پاک کردم مثلا دیگه دیده نمیشه بذارید برنامه دیگه پیدا کنم که بتونیم پاکش بکنیم چی رو میتونیم پاک بکنیم خدایا اینجا مثلا فرض کنیم این اسکنلات اینا رو هم اینا که شما میبینید بغلش یه آیکون کوچولو اومده نشون میده که من قبلا اینا رو پاک کردم و الان دیگه اینجا نیستن برنامه مثلا فکر کنیم فیسبوک رو میخوام من پاک بکنم شو این فایندر رو میزنم دقیقا به می من نشون میده که توی فایندر من کجا هستش و حالا من میتونم پاکش بکنم و احتمالا اینجا الان این اختار کچولا مقلسش میاد از اینجا هم که میتونم پاکش بکنم و از هم میپرسه که میخوای کلا حذفش بکنم یا نه یه راه راحت تری هم هست اگر شما دوست داشتید میتونید از اینجا دیلیست رو بزنید وقتی ریموو رو خواستید بزنید میگه که میخوای خود اصل برنامه رو بفرستم توی ترش یا نه نگهش دارم من اینجا کنسل رو میزنم خب اینجا دیگه توضیح دیگه ای نداره میریم توی قسمت گوشیمون اینجا چون یه خورده بحثش فکر میکنم مفصل تر باشه توی بخش بعدی میبینیم